سلام خدمت عزیزان، امروز هم مثل هفته های گذشته هر سه شنبه لایومون رو برگزار میکنیم با موضوعات جالبی در مورد این بیزینس و اطلاعات بیشتری از جنبه های دیگرش. من منتظر هستم که دوستان عزیزم به من ملحق بشن. منتظر دو تا دوست عزیز هستم که بتونم الان اکسپتشون کنم. امیدوارم که اینستاگرام این دفعه مشکلی پیدا نکنه. سارا جان، من شما رو اکسپت کردم و آزیتا عزیزم اکسپت بکنم. سلام آزیتا جان، وقتتان بخیر. خوبی شما؟ سلام، حال شما خوب هستی؟ ممنون، تشکر. من سارا جانم، بیارمش روی توی لایو که بتونیم به امید خدا بحثمون رو شروع بکنیم. حتما. سارای عزیز، شما رو هم اکسپت کردم. امیدوارم مشکلی پیش نیاد. اینستاگرام برای من و سارا معمولا هر هفته یه دردسری درست میکنه. دفعه پیش خوب بود بعد از هفته ها، ولی الان مجددا مثل اینکه ظاهرا سارا جان مشکل داشته باشه برای جوین شدن. مثل که رفتم. شما خوب هستی عزیزا جان؟ روبراهی؟ ممنون، مرسی. شما خوب هستید؟ خدا رو شکر، تشکر از لطفتون. هنوز که درخواست ندادن. سارا جان لطف میکنی یه بار دیگه ریکوست بدید. از سمت شما هم آقا فرهاد میشه اگر بتونین ریکوست بفرستین. آره میتونه. آره گاهی اوقات اگر نه هست شاید بتونه. آره اومد. سلام. وقتت بخیر. سلام. سلام، خوب باشین. آزیتا جان، شما نمیدونید داستان من و آقا فرهاد. این هر هفته، ولی ما کوتاه نمیایم. خیلی امیدوارم که همگی خوب باشید، همینطور عزیزانی که ما رو دارن الان میبینن یا اینکه بعدا خواهند دید. من میخوام بدون اتلاف وقت برم سر اصل مطلب که ما در مورد اطلاعاتی میخوایم در مورد بیزینس آنلاین بدیم. بیزینسی که برای شروعش احتیاج به هیچ بک‌گراند تحصیلی یا دانش خاصی نیست، احتیاج به هیچ جنسیت یا نژاد و قومیت خاصی نیست، در هر جای جهان، البته بدون به غیر از ایران و افغانستان که به خاطر تحریم ها نمیتونن، و شما میتونید تو هر موقعی که خواستید در هر شرایطی که هستید با استفاده از دانشی که یاد میگیرید تو این مجموعه کسب درآمد بکنید. خب سارا جان، من با اجازهتون میخوام سوال اول با اجازه آزیتا جان از سارا جان بپرسم که معمولا هر بیزینسی، هر مجموعه کاری شرایطی برای اینکه افراد بخوام بهش ملحق بشن دارن. میتونید بگید که کسایی که میخوام وارد این بیزینس بشن باید واجد چه شرایطی باشن؟ حتما. مرسی فرح جان. ببینید، ما درسته که همه جا داریم تبلیغ میکنیم و هم تو پلتفرم‌های مختلف داریم، اولین چیزی که میگیم این بیزنس هیچ محدودیتی نداره. فرق نمیکنه که شما محدودیت جنسیت و ملیت و بک‌گراند تحصیلی و کاریتون چیه. ولی من به طور حد با توجه به تجربه خودم، با توجه به این که کسایی که با من تماس گرفتن حداقل بارها، اولین سوالی که میکنم مثلا میگن که ما هر ماه چقدر پول در میاریم. میتونم بازم اینجا، من توضیحاتم رو دادم، ولی اینجا بازم من میتونم تاکید بکنم که این تقریبا یک کاری مثل کار آفلاین نیست، یک بیزینسی هست که از طریق آنلاین داره انجام میشه. بنابراین کسایی که مایل هستن واقعا جوین بشن به این بیزینس آنلاین، اول از همه من توصیه میکنم واقعا برید مطالعه بکنید و ببینید که اصلا بیزینس یعنی چی، نیچر بیزینس یعنی چی. بنابراین کسایی که دارن به این به همون دید کار آفلاین نگاه میکنن، به شما برای شما مناسب نیست. و این که توی هر بیزینسی اولین چیز و به عقیده من مهمترین چیز اینه که شما باید صبور باشید. باید بدونید که بیزینس ممکنه 2 ماه بعد جواب بده، ممکنه 2 سال بعد جواب بده، ولی خوشبختانه فقط من میتونم بگم که آینده این بیزینس 100% شما به موفقیت خواهید رسید. ولی لطفاً برید مطالعه بکنید، ببینید بیزینس چجوری هست و باید
باید صبور باشید، باید فلکسیبل باشید، باید کوچبل باشید، باید تیم پلیر باشید. اول اینا رو به نظر من همه باید برن یه تمرین اساسی بکنن، یه اطلاعات کامل به اصطلاح بگیرن، بعد شروع بکنن. و بازم برمیگردیم به همون به اصطلاح تبلیغی که همیشه میکنیم، محدودیت به هیچ عنوان نداره. آیا هر کی با هر شرایطی تو هر جای دنیا باشه میتونه وارد این بیزنس بشه، صرف نظر از اینکه به صورت قانونی تو اون کشور اقامت داره یا نداره، یا اینکه نه حتما باید شرایط خاصی داشته باشه؟ نه، 100% همه میتونن، ولی باید همینطوری که شما گفتین، باید تو اون کشوری که زندگی میکنن باید به اصطلاح اجازه کار کردن داشته باشن و اقامت دائمی داشته باشن. و متاسفانه فقط 2 تا کشور محروم هستن از این کار، ایران به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها و افغانستان. البته افغانستان میدونم که یک شعبه دارن توی دبی، ولی خب چون این به اصطلاح یک بیزینس هست و سرمایه گذاری نیاز داره، شاید برای کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن براشون در واقع افوردبل نباشه. بله، من اگه بخوام صحبت‌های ساره عزیز رو با اطلاعات خوبی که دادن جمع‌بندی بکنم، برای اینکه شما بتونید درآمد جانبی رو به اقتصاد خانواده‌تون تزریق بکنید، از هر جای دنیا میتونید انجام بدید. منتها چند تا منع قانونی هست. اول اینکه تو کشور محل سکونت خودتون باید اقامت قانونی داشته باشید و اجازه کار قانونی داشته باشید. دومی که تو کشور محل سکونت خودتون با توجه به داشتن اجازه اقامت قانونی، شما باید به سن قانونی هم رسیده باشید، یعنی سنی باشید که از نظر قانون بتونید اجازه کار داشته باشید. و دسته سومی که متاسفانه نمیتونن، هموطنان عزیزمون هستن که در ایران زندگی میکنن و یا در افغانستان زندگی میکنن که به دلیل تحریم ها نه امکان دسترسی به اطلاعات پشت پرده فیسبوک و یوتیوب و گوگل رو دارن و نه مراودات بانکی صورت میگیره. آزیتا جان، من شیفت کنم سوال رو شما. ما 2 تا مفهوم اینجا داریم که خیلی وقتا دوستان اشتباه میکنن. یه دوره آزمایشی داریم که من میگم مهلت 30 روزه آزمایشی و یه دوره آموزشی. بعضی وقتا دوستان فکر میکنن اون مهلت 30 روزه آزمایشی یعنی که میایم ببینیم که آموزشا چه جوریه، دوست داریم یا نه. میخوام اینو شما برامون یه ذره بیشتر توضیح بدی که فرق این 2 تا مرحله چیه. حتما جان، همونطوری که شما عرض کردین، خب اول دوره آزمایشی پیش میاد که برای شروع دوره آزمایشی، خب قبلش که شما باید ایمیل آدرستون رو ارسال بکنین، ورکشاپ رو تماشا بکنین. ورکشاپ رو که تماشا کردین، اگر اطلاعات بیشتر خواستین، خب وارد دوره آزمایشی ما میشین. توی دوره آزمایشی خیلی اطلاعات در اختیار شما قرار داده میشه. به خاطر همین خیلی‌ها براشون سوال میشه که چرا ما باید این 149 دلار رو پرداخت بکنیم. اول بگم که این 149 دلار رو این کمپانی ما طوری طراحی کرده که کسایی که واقعاً علاقه‌مند هستن، واقعا سیریس هستن، دنبال یه پسیو اینکام هستن، میتونن 149 دلار رو پرداخت بکنن، چون 30 روز گارانتی دارن. قبل از 30 روز اگر تصمیم گرفتن بیزینس رو شروع بکنن، خب این 149 دلار برای درست کردن وبسایتشون استفاده میشه. اگر احیانا احساس کردن که این بیزینس مدل مناسبشون نیست یا الان تایمش نیست که بخوان شروع بکنن، قبل از 30 روز میتونن به ما بگن، یه ایمیل میزنیم به کمپانی و کمپانی مادر بین 24 تا 72 ساعت این پول رو بهشون برمیگردونه. حالا برای دوستایی که وارد دوره آزمایشی میشن، اطلاعات مفیدی که در اختیار شما قرار میگیره، یکی اینی که ما چه محصولاتی رو برای شروع این بیزینس برای سرمایه گذاری لازم داریم، اینکه شما رو وارد یک گروهی میکنیم که تمام کسایی که تو این بیزینس هستن، الان بیشتر از 212 هزار نفر دارن تو این بیزینس فعالیت میکنن از سر تا سر دنیا. وارد این گروه میشین، میبینین که همه افراد حقیقی هستن، آدمای عادی هستیم، نه آدمای خیلی ریچی هستیم، نه آدمای خیلی فقیری هستیم، همه آدمایی هستیم که واقعا دنبال یه درآمد دوم بودیم، واقعا میخواستیم زندگیمون رو از اینی که هست بهتر بکنیم. و همه ما فکر میکنم مهاجرت کردیم از ایران، از افغانستان، که بتونیم شرایط بهتری رو برای خودمون فراهم کنیم. با 2 تا ساک دستی اومدیم توی کشور غریب، نیومدیم که خب بخوایم فقط تفریح بکنیم اینجا، اومدیم که واقعا یه زندگی بهتری رو درست بکنیم. اگر بخوایم معمولی زندگی بکنیم، خب همون توی ایران یا افغانستان میموندیم، نمیومدیم خارج از کشور. ولی الان که اومدیم، خب دنبال رفاه بیشتر هستیم، دوست داریم قشنگتر زندگی بکنیم، به خاطر همین این بیزینس رو انتخاب کردیم. پس این پلن، این دوره آزمایشی برای کسایی که واقعا انگیزه دارن. وقتی که وارد این دوره میشین، بعد از اینکه با محصولات آشنا میشین، با کمپانی آشنا میشین، خیلی هم پرسن با کدوم کمپانی دارین کار میکنین. کمپانی مادر یه کمپانی ژاپنیه که بیشتر از 50 سال خدمت داره. میتونین بیاین با کمپانی آشنا بشین، با افرادی که تو این بیزینس هستن آشنا بشین و تصمیم بگیرین. اگر دوست داشتین بیزینس رو شروع بکنیم، خب ما به عنوان منتورایی که تو این بیزینس بودیم و چند وقت داریم کار میکنیم، میتونیم اطلاعاتی که داشتیم داریم رو، اکسپریانسی که کسب کردیم رو در اختیارتون بذاریم و کمکتون کنیم که شما هم
هم توی این بیزینس موفق بشین. اگر یه درصد فکر میکنم اون یه درصد هم که برمیگردن 149 دلار پس میگیرن دوباره برمیگردن، اونایی هم که تصمیم میگیرم و بیزینس شروع میکنن اون موقع وارد مرحله دوم ما میشن، یعنی مرحله آموزشی. یعنی توی اون 30 روزی که شما میایین وارد دوره آزمایشی میشین هیچ آموزشی به شما داده نمیشه، منتظر گرفتن آموزش نباشین، فقط یه سری اطلاعات هستش، یه ویدیویی تقریبا میشه گفت 2 ساعت و نیمه هست که حتی ما اون رو به زبان فارسی هم برای فارسی زبانای عزیزمون درست کردیم، اون ویدیو رو میبینین. اگر زبان انگلیسیتون هم یه خورده مشکل داشت مسئله نیست، ما کنارتون هستیم. ویدیو رو ببینید، بررسی بکنید بیزینس مدل رو، عجله اصلا نکنید، 3 روز همونطور که گفتم فرصت دارین، بعد تصمیم بگیرید. اگر دوست داشتین خب کوچینگ کالتون رو بک میکنین، وقتی که کوچینگ کال رو بک کنین با مربی فارسی زبان ما صحبت میکنین، تصمیم میگیرین با چه بیزینس پلنی بیزینستون رو شروع بکنین و بعد وارد دوره آموزشی میشین. توی دوره آموزشی خب تمام اطلاعاتی که شما لازم دارین تا این بیزینس مدل رو راه اندازی بکنید در اختیارتون قرار داده میشه. بهتون یاد میدیم توی 7 تا پلتفرم در سوشال مدیا شما چجوری بتونید کمپین‌های متفاوت برگزار کنید. دقیقاً تبلیغات بکنید، بهتون یاد میدیم چجوری کمپین سازی بکنید و تمام اینها رو اونجا گام به گام با ویدیوهای خیلی کوتاه در اختیارتون میذاریم. حتی بخشی از ویدیوهایی که احساس کردیم ممکنه برای شما چالنجینگ باشه، برای کسایی که خود زبان انگلیسیشون خوب نیست، حتی اون ویدیوها رو هم برای شما به زبان فارسی آماده کردیم. یعنی راه انقدر هموار شده که هر کسی که با هر بک‌گراند تحصیلی که اومده باشه، حتی اگر دیپلم داشته باشه یا یه مهندس عمران باشه، باز هم میتونه این اطلاعاتو به تنهایی انجام بده. ولی تو این مسیر شما هیچ وقت تنها نیستین، منتور و مربی کنارتونه. ما میتینگ‌های هفتگی ماهیانه داریم، میتونیم کمکتون بکنیم، جواب سوالاتتون رو بدیم. یعنی وقتی که وارد دوره آموزشی میشین واقعا به شما آموزش داده میشه. امیدوارم که فرقشو خوب توضیح داده باشم. بله دقیقاً آزیتا جان، با توجه به اطلاعاتی که آزیتا جان داد فقط میخوام این سوء تفاهم رو رفع بکنم که این بیزینسی نیست که شما رو یک شب پولدار بکنه. ولی اگر جزو اون 3 دسته افرادی که در موردش سارا جان صحبت کردن نیستید و اگر نیاز دارید که تغییری در زندگیتون ایجاد بکنید که تنها راهش یاد گرفتن یک مهارت هست و چه مهارتی بهتر از مهارت بیزنس بر روی شبکه‌های اجتماعی و آنلاین، اون وقت است که همینجوری که آزیتا جون گفتن میتونید نام و ایمیلتون رو وارد بکنید و بقیه مراحل پیش بره. اما ممکنه بعضی از دوستان سوال بکنن خب حالا من با کمپانی رجیستر کردم، وارد دوره آزمایشی شدم، بیزینس پلن هم نحوه درآمدزایی میزان درآمدزایی همه چی رو دیدم، اطلاعات کسب کردم، من حالا کی به درآمدزایی میرسم؟ اولا کی کار پیدونه؟ ولی هیچ بیزینسی رو شما هیچ جا پیدا نمی‌کنید. ببینید این بیزینس کار کارمندی نیست، فقط توی کار کارمندی هستش، اونم توی بعضی از لول‌ها که میگن شما هر وقت که بیای سر کار در طول ماه آخر ماه انقدر حدودن میگیرید اگر بهتون بدن و چیزی رو کم و کس نکنن بابت اشتباه در کار، بابت تاخیر در کار. ولی بیزینس هیچ کسی نمیتونه بیزینس رو تاکید بکنه که چقدر درآمد خواهد داشت، همه چی بستگی به خودتون داره. مسئله این نیستش که چقدر درآمد داری، مسئله این هستش که شرایط و امکانات مهیا شده برای اینکه شما کسب درآمد بکنید. شما نمیتونید دو تا رستوران رو با هم مقایسه بکنی که یکیشون یه روز در میون تعطیله یا یکیشون هر روز داره فعالیت میکنه. نمیتونید بین دو تا رستورانی که هر روز دارن فعالیت میکنن یکیشونو که 4 ساعت در روز میبنده و یکی دیگه 4 ساعت هم نمیبنده با هم مقایسه کنید. همه این مسائل توی بیزینس شرطی، یعنی در واقع بیزینس چیزیه که ربط به خودتون داره و این همون چیزی بود که سارا جان اول صحبتاش گفتن، یعنی شما باید یه ذهنیت بیزینسی داشته باشید. ما خیلی وقتا به واسطه مهاجرتمون از ایران ذهنیت کارمندی داریم، یا مامان بابامون یادمون اون موقع گفتن که پسر یه آب باریکه بگی خیال راحت زندگی کن، دنبال اون آب باریکه هستیم. نه، میزان درآمد شما بستگی به خودتون داره، ولی این خبر خوبه بهتون میدم که سقف نداره، بسته به فعالیت شما داره. بنابراین اگر میخواید که از دوران بازنشستگیتون بهترین استفاده رو ببرید با پسنداز، از دوران حالتون با استفاده از زمانی که در اختیارون هست و درآمدی که دارید بیشترین استفاده رو ببرید، اگر دوست دارید بیزنسی داشته باشید که خودتون رئیس خودتون باشید و در حین انجامش همزمان فان هم داشته باشید، میتونید که از طریق سارا جان، آزیتا جان یا من یا بهمون پیام مستقیم بدید و یا بر روی صفحاتمون وبسایتمون هستش وارد بشید، رجیستر بکنید و اطلاعات کسب بکنید. در هر صورت میخوام تشویق کنم عزیزان رو که سعی کنن اطلاعات کسب کنن. گرفتن اطلاعات تو دنیای امروزی مخصوصا با این پلنی که این کمپانی ارائه داده هیچ ضرری برای شما نداره. سارا جان، آزیتا جان، صحبتی هست که بخواید اضافه کنید و فکر میکنید جا مونده باشه؟ نه مرسی، کامل و جامع بود تمام اطلاعات، مرسی. شما تشکر می‌کنم که این
بیزینس پلن واقعا مثل یه منبع طلا میمونه برای کسایی که واقعا بیان بررسی بکنن، میان از مزایاش استفاده میکنن. کسایی هم که بیان بررسی بکنن شروع نکنن، قطعا یه روزی به این نتیجه میرسن که زندگی باید یه پلن بی داشته باشه. پس اگر دنبال یه پلن بی مناسب هستین که توی مدت زمان کوتاهی به شما یه پتانسیل درآمدزایی عالی بده، حتما حتما این بیزینس مدل رو بررسی کنید. عالی، خیلی ممنون از شما دو عزیز و همه عزیزانی که با ما همراه بودن. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید، از بودن لذت ببرید. این سوال هم میخوام بپرسم ازتون که آیا شما از بودن لذت میبرید یا اینکه فقط هستید؟ ده. وقتتون بخیر. مرسی. خدا. 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 خدا.